خوش آمدین با مجلس نمایندگان و بخش کمیسیون و امور بودجه هم تماس گرفتیم. متاسفانه در برنامه کسی را از اونا نداریم. بودجه که تا هنوز تا ربح چهارم شروع ربح چهارم سال مالی به مصرف رسیده از دفتر ریاست جمهوری افغانستان آغاز میکنیم. دفتر ریاست جمهوری افغانستان 17% بودجه خود را به مصرف رسانده، مجلس بزرگان 21%، مجلس نمایندگان 31%، اداره امور 37%، دادگاه عالی 43%، وزارت مالیه 42%، وزارت دفاع ملی 9%، وزارت خارجه افغانستان 4%، وزارت حج و اوقاف 48%، وزارت تجارت 10%، وزارت امور داخله 18%، وزارت تحصیلات عالی 21%، وزارت معارف 28%، وزارت عودت و مهاجرین 40%، وزارت معدن افغانستان 14%، وزارت مخابرات افغانستان 58%، وزارت اقتصاد افغانستان 16%، وزارت اطلاعات و فرهنگ 5%، وزارت صحت عامه 40%، وزارت امور زنان 44%، وزارت زراعت 36%، وزارت انرژی و آب 31%، وزارت فواید عامه 26%، وزارت انکشاف دهات 47%، وزارت هوانوردی و ترانسپورت 33%، وزارت اقوام و قبایل 48%، وزارت شهدا مولودین کار و امور اجتماعی 33%، وزارت مبارزه با مواد مخدر 18%، وزارت انکشاف شهری 38%، وزارت عدلیه 48%، دادستانی کل 42%، اداره ارگانهای محل 17%، اداره محیط زیست 68%، اکادمی علوم 37%، کمیته ملی المپیک 47%، اداره کارتوگرافی 0%، اداره کنترل و تفتیش 27%، اداره حالت اضطرار 0%، کمیسیون مستقل انتخابات 0%، اداره سایه مرکزی 19%، اداره کوچی ها 42%، شرکت برشنا 1%، برد مستقل کابل جدید 35%، و در اخیر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 0%. حالا این جمع درصدی هایی بود که تا همین لحظه تا ربع چهارم سال مالی از جناب ادارات دولتی افغانستان به مصرف رسیده. همین بحث را پیگیری میکنیم. جناب بوین، اولویت بندی که در بودجه میشه و به اساس سالهای قبل، طوری که شما قبلا هم یاد کردین که اداراتی که در استراتژی ملی برش بیشترین بودجه در نظر گرفته شده بود و ضرورت بیشتر در نظر گرفته شده بود برشان، اینها هر سال اگر بودجه خود به مصرف نرسانند، سال بعدی بودجهشان کم میشه و یا عموم مقدار بودجه به سال بعدی هم انتقال میکنه؟ در صورتی که بودجه خود به مصرف نرسانند، مطمئنن که بودجه انکشافی به سال بعدی انتقال پیدا میکنه. این به این معناست که اگر یک سرک پول مکمل خود به مصرف نرسانه در یک سال، ما مجبور استیم که پول باقی مانده از این به سال بعدی انتقال بدیم تا سرک تکمیل شود. ولی اگر این پول مکمل مصرف کنه، مطمئنن که ما بر از او پولی بیشتر میدیم تا یک سرک جدید را یا مثلا یک پروژه جدید را اونا ایجاد بکنن. ولی اینکه ما پول از او را مکمل قطع بکنیم، در این صورت ایمو اصول بودجوی نیست، به خاطر اینکه پروژه باید تکمیل شود. ولی مشکل، ولی اگر پروژه های نیمکاره هم زیر دست نداشته باشه یک اداره، اگر پروژه نیمکاره زیر دست نداشته باشه و قدرت مصرفی هم نداشته باشه، طبیعتاً که برای پول جدید اختصاص داده نمیشه. به خاطر اینکه ما نمیخوایم پول در سال بعدی چگونه است، مکافات و مجازاتی وجود داره؟ با وجودی که قسمی که بیشتر جناب استاد ذکر کردن، ما همیشه کوشش کردیم در خود سند بودجه که توسط کابینه و پارلمان، یعنی بعد از تاییدی کابینه و منظوری پارلمان و توشیه جلالت ما رئیس جمهور میرسه، ما این موضوعات گنجانیدیم تا بسیار جدی کنترل شود وزارت خانه. ولی دلایلی را که گفتیم، یک اکثر از این دلایل خارج از حیطه کنترل مسئولین وزارت خانه هست. یکی از اون جمله چیزایی که ما گفتیم، وقتی که ما زیادتر از ظرفیت صحبت میکنیم، ظرفیت است که حکومت نمیتونه اونا را نگاه میکنه. ظرفیت ایجاد میشه، افراد تربیه میشن
ولی با معاشاتی که ما همکنون میتونیم بدیم، با وجود سیستم رتب معاشات، با وجود سیستم های سوپر اسکیل و برنامه های ام سی پی، ما نمیتونیم که با دونرها، با این جی او ها، با سکتور خصوصی رقابت بکنیم. به این خاطر است که ظرفیتی که ایجاد میشه و ظرفیت جذب ادارات دیگه میشن. ولی در هر صورت ما مواردی را که داریم، اولا گزارش به کمیته اقتصادی شورای وزیران است که ما گزارش میدیم که کدام پروژه ها پیش نرفته و کدام پروژه ها پیش رفته و چه کارهایی صورت بگیره، به شورای وزیران گزارش داده میشه. پیشنهادات تغییر اشخاص در وزارتخانه ها، چی در بخش های مالی چی در بخش های اداری صورت گرفته. کنترل مصارف در بعضی ادارات که ما ببینیم مشکلات وجود داره، با جزئیات میتونه که صورت بگیره. حتی با فصل ما بعضی وزارتخانه ها را کنترل میکنیم تا پروژه های از اینا یا همکاری میکنیم پروژه های از اونها پیش بره. و همین رقمی که شما گفتین در سالهای بعدی در قسمت پروژه های جدیدشان یک اندازه محدودیت ها ایجاد میشه. تا هنوز سر کدام وزارتخانه های مشخص در سالهای گذشته محدودیت ها وضع شده؟ تقریبا در اکثریت وزارتخانه ها ما اگر ببینیم این محدودیت ها وضع شده. یگانه وزارتی که یا دو سه وزارتی که همیشه با مصارف بسیار خوبتر بودن، یکی وزارت مخابرات است. در طول 4 سال گذشته بیشترین مصارف وزارت مخابرات داشت. وزارت صحت عامه به می ترتیب. وزارت انکشاف دهات هم در چند سال پروژه های خوبتر داشتن. وزارت انرژی در یک تعداد سالها پروژه های داشتن که مصارفشان بسیار خوب بوده. ولی در 2 سال گذشته مشکلات امنیتی که در برابر بندهایی که مثلا در بند مچلغو، در بند در سلما، در پروژه های برق‌رسانی شرق افغانستان، در پروژه هایی که طرف گردیز و لوگر دارن، در سایر این پروژه ها مشکلات امنیتی که ایجاد شده نتونستن که اونا پیش برن. ولی محدودیت هایی که ما در قسمت میگیریم، اون محدودیت هایی است که در سال بعدی ما به اون اندازه پروژه های بر از اونا نمیدیم. از مصرف بودجه وزارت مالیه 42% راضی هستیم؟ چه محدودیت بالای وزارت مالیه وضع میکنیم؟ بالای محدود وزارت مالیه هم، اولا اگر ببینیم از سطح مصرف مجموعی کل ادارات که 33% از وزارت مالیه هم یالده 44% است. در وزارت مالیه زیادتر پروژه های ساختمانی نیست، پروژه های زیادتر پروژه های سیستم سازی است، پروژه های ارتقای ظرفیت است، پروژه های تکمیل و تجهیز گمرکات و عواید است. این چیزهایی است که قسمت پرداخت های زی امکان داره که در ماهای اخیر سالم صورت بگیره. وزارتخانه های ناکام در مصرف بودجه و کامیاب در مصرف بودجه دسته‌بندی کردین؟ خب قسمی که پیشتر گفتم، یک اداره را ما نمیتونیم که به خاطر عدم مصرف نمودن پروژه انکشافیش ما یک اداره ناکام بگیم. مثلا قسمی که شما پیشتر گفتین، کمیسیون مستقل حقوق بشر ندانسته پروژه انکشافی خود یا بودجه انکشافی امسال خود مصرف کنه، بنان صفر است. ما نمیتونیم بگیم که کمیسیون مستقل حقوق بشر یک اداره ناکام است. ولی اداراتی که راستای کاری جان پروژه های انکشافی است و اونا نتونستن دستورتون در مورد اداره حالت اضطرار هم قابل تطبیق است؟ در قسمت اداره حالت اضطرار هم پروژه‌ای که بر از اونا داده شده ادارات ولایتی از اونا است. ادارات ولایتی از اونا پولی که برشان داده شده بود بر سه اداره ولایتی بود، ولی بعد از اینکه پروسه داوطلبی صورت گرفت، این پول به دو اداره ولایتیشان کافی بود. قوانین ما به شکلی است که اگر پروژه، اگر بودجه کافی موسه اداره موجود نباشه، بنان اونا باید یا تعدیل بخواین یا پروژه خود تعدیل تنقیص بکنن. به این خاطر اونا پروسه تأخیر صورت گرفته، ولی با اینکه اونا در راستای کاریشان که مبارزه با حوادث و کنترل حوادث و یا دسترسی به آسیب دیده ها است، ما نمیتونیم بگیم که به خاطر اینکه اینا دو اداره ولایتی خود ساختمان نتونستن دو کار اصلی خود. حالا در نهایت به اساس ماده 98 قانون اساسی حکومت افغانستان در خلال ربع چهارم سال مالی بودجه سال آینده را با حساب اجمالی بودجه سال جاری به شمول به شورای ملی تقدیم میکنند. بله. با این همه شما امی بودجه را با مصرف 33% به شورای ملی تقدیم میکنید؟
یک خود گزارش مصرف است که همون گزارش اجمالی که شما گفتین، اگر هر زمانی که دوباره پارلمان به کار خود آغاز بکنه، همزمانی که با بودجه را برای ما پیشکش میکنیم که امسال خوشبختانه حدود 15 تا 20 روز زودتر ما بودجه سال 1391 که به پارلمان تقدیم خواهد کردیم، گزارش اجمالی امسال ما مجبور هستیم که برای اونها تقدیم بکنیم. با وجود از اینکه این گزارشات در وبسایت ما وجود داره و هر زمان هر افغان میتونه به او دسترسی پیدا بکنه، ما مجبور هستیم که این گزارش را برای اونها تقدیم بکنیم.